چهارم آبان ماه 1397 خورشیدی و 26 اکتبر 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به قتل فجیع فرشید حکی، یکی از نخبه‌های مملکت، و می‌پردازیم به مشکلات دارو و درمان و ارتباط یا بی‌ارتباطیش با تحریم‌های آمریکا. بعدم پرده آخر. جسد فرشید حکی، دانش آموخته حقوق و اقتصاد، نویسنده، مدرس حقوق دانشگاه و مؤسس حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، 25 مهر 97 نزدیک خونش پیدا شد. بذارین اول یه ویدیویی ببینیم از یکی از سخنرانی‌های اخیر فرشید حکی در سرای قلم که دکتر مهدی خزعلی ادارش می‌کنه. ایران به آستانه فروپاشی اجتماعی رسیده و شاید هم گذشته باشد. زیر پوست شهر خبرهای بسیار بدی است. هر کس میگه نه بریم دروازه غار ببینیم چجوری نوزاد داخل جنین مادر پیش فروش میکنن 1,200,000 تا 1,500,000. مزایده ها و مناقصه های شهر در اونجاست و شفاف سازی و در انتها بحث آموزش فراگیر حقوق شهروندی. اگر در سلفی میج ما اون تصوری که از خیشتن داریم این جا بیفته که من شهروند هستم، یعنی من بنده و رعیت نیستم، یعنی من تحت سلطه و اراده هیچ مستبدی نیستم و حق تعیین سرنوشت دارم و مطابق اصل 56 قانون اساسی هیچ مستبدی، هیچ حاکمی نمیتواند به طور علل اطلاق حق تعیین سرنوشت را از من بگیرد، اتفاقات خوبی میفته. اون تضمینی که دوستان میخوان که توده های مردم بیان از نخبگانشون حمایت کنن، موقعیه که ما از توده ها برسیم به شهروندان آگاه و این در گروه آموزش فراگیر حقوق شهروندی به معنای واقعی کلمه است، نه به مفهوم تزیینی و رونمایی انتخاباتی در واقع که برخی از دوستان انجام دادن و متاسفانه هر مفهومی تو من میکرد است. عدالت رو یکی خراب کرد، حقوق شهروند یکی خراب کرد. تمامی ما یک تخصصی هم داریم، تمامی مفاهیم عالی رو در واقع تنزل میدیم به عالم دانی. جسد سوخته دکتر فرشید حکی 25 مهر رو صندلی عقب ماشینش در محله باغ فردوس تهران پیدا شد. 6 ساعت بعد از اینکه از خونه میاد بیرون به همسرش و دختر 17 سالش میگه میرم کارواش، بعدم میرم دانشگاه. فرشید حکی زاده 1353 خورشیدی در عراق، حقوقدان، مدرس دانشگاه، اقتصاددان، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و فعال محیط زیست، طرفدار حقوق کودکان کار، بنیانگذار تشکل سیاسی پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، نویسنده کتاب‌های متعدد در زمینه حقوق و اقتصاد از جمله حقوق اقتصادی اجتماعی بشر در ایران، اقتصاد سیاسی حقوق بشر، آرمان شهروندی اجتماعی ملت ایران. عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای دولت احمدی نژاد که البته یه مدت هم زندان بود، مدیر مسئول نشریه بررسی‌های اقتصادی عبدالرضا داوری، یکی از نویسنده‌های اون نشریه فرشید حکی هم بوده است. آقای داوری توییت میزنه که حکی به قتل رسیده و بعدم توییت‌های متعدد و بروز کردن خبر. حالا از جمله یکی از توییت‌هاشو دارین می‌بینین: مرحوم دکتر فرشید حکی از روز چهارشنبه 25 مهر مفقود می‌شود. شنبه شب به خانواده ایشان وضعیت جنازه ایشان را اطلاع میدن. ضربات چاقو و سوزاندن جسد به نقل از دکتر مدیری همکار آن مرحوم، همان موقع خانواده آن مرحوم از هر نوع مصاحبه منع شده اند با این عنوان که قاتلین فرار نکنند. شاید همین توییت های عبدالرضا داوری از نزدیکان دولت احمدی نژاد که هرچند زندان بوده ولی مثل مشایی و مثل بقایی و نه همه همدست احمدی نژاد بودن در 8 سال طلا گرفتن ایران و نتایجش هم که داریم میبینیم. به هر حال شاید همین توییت های آقای داوری بهانه خوبی داد به رسانه های حکومت که بیان جناح بازی کنن روی جنازه این نخبه ای که دنبال تغییر سیستم موجود بود
گفتن احمدی نژادی بوده، کلی رسانه ها نمید تصنیم و مصنیم و فلان و اینا همه اینا. احمدی نژادی بوده، مشاور علمی دولت‌های نهم و دهم بوده و یه سری از این حرفای مطلقا دروغ. به قول یکی از دوستاش که یه یادنامه نوشته در تریبون زمانه، من یه تیکه کوچیکش رو براتون میخونم. فرشید چپ بود و مقدم بر هر چیز دموکرات، اعتقاد به حذف گروه‌های دیگر نداشت. میگفت باید از لیبرال‌ها تا سنتی‌ترین چپ‌ها برای دموکراسی یاری گرفت، چرا که دموکراسی دستاورد بشر است و میشود روی این موضوع به توافق رسید. با همین روحیه با طیف‌های گسترده ارتباط داشت و خب این ارتباط با طیف‌های گسترده با این روحیه همیشه برای نظام مقدس خطرناک بود. حالا اشاره خواهم کرد. باری 6 روز بعد از قتل فرشید حکی، 1 آبان 97، سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت می‌فرمایند پزشکی قانونی صریحاً در نظریه خود اعلام کرد که فرشید حکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. همون روز 1 آبان جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگه جسد در محل صحنه توسط پزشک قانونی معاینه شد که فاقد هر گونه آثار ضرب و جرح، شکستگی و یا هر نوع علائم مشکوک ظاهری بود. متعاقباً با توجه به نزدیکی منزل مرحوم به صحنه، بازپرس به همراه پلیس و با حضور اعضای خانواده از منزل مرحوم بازرسی شد که مشخص شد متوفا داروهایی مصرف می‌نموده که نمونه‌هایی از داروها در منزل کشف شد. دادستان تهران تأکید کرد با توجه به انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام کالبد چکافی، تا کنون هیچ گونه آثار ضرب و جرح و علائم مشکوک در جسد یافت نشده است. واقعا آدم نمیدونه بگه که شرمسارانه است حتی شنیدن این حرفو. میگن تو ماشینی که فرشید حکی توش جسد سوختش پیدا شد، یک چاقوی سوخته هم بوده است که به نوشته جمعی از دوستانش که اطلاعیه‌ای دادن، اعلامیه دادن، حالا ما فرصت نداریم همه‌شو بخونم، به هر حال در فضای مجازی هست اون اعلامیه جمعی از دوستان فرشید حکی، خود اون چاقوی نیم سوخته میتواند مدرکی باشد، برای سرنخی باشد برای دنبال کردن قضیه. ولی در کجا؟ مگه دارین در سوئیس زندگی میکنین؟ مگه من هنوز نمیدونم که بذاریم من اول بگم که پزشکی قانونی همه رو تکذیب کرد، یعنی پزشکی قانونی خودشون هم حرفای رئیس پلیس تهران هم حرفای دادستان رو تکذیب، گفت اصلا ما اظهار نظری نکردیم درباره جسد. این نوشته پزشکی قانونیه. در پی انتشار خبری در خصوص اظهار نظر پزشکی قانونی پیرامون جسد سوخته مردی داخل یک خودرو آتش گرفته و انتصاب آن به فردی به نام فرشید حکی، به اطلاع میرساند سازمان پزشکی قانونی هیچ اظهار نظری در مورد این پرونده نداشته است. که امروز البته تشییع جنازه و دفن فرشید حکی بود با جمع کثیری از دوستان و فعالان مدنی و سیاسی و البته خانواده داغدارشون. من هنوز نمیدونم فرشید حکی چگونه کشته شده و چرا. فقط وقتی تلاش 10 ساله او رو در گرفتن مجوز تشکیل حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان و نوشته هاشو میبینم و سخنرانی هاشو میشنوم، یاد محمد جعفر پوینده افتادم. واقعا محمد جعفر پوینده چندان اسم و رسمی نداشت، ولی تیم وزارت اطلاعات دهه 70 اون رو خطرناک میدید از جهت کارهای اساسی که رو حقوق بشر و حقوق و موقعیت مردم ایران داشت انجام میداد و همینطور ذهن سازمانگر داشت، ذهن تشکیلاتی داشت، مترجم مهمی بود با دقتی که در انتخاب متن داشت. بر مثال ترجمه هاش اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن و تاریخ و آگاهی طبقاتی نوشته جورج لوکاچ بود. پوینده اسمش جزء فهرستی بود که فتوای قتلش معاون وزارت اطلاعات سعید امامی از فقهای حکومتی گرفته بود. 18 آذر 77 بعد از اینکه خونش میره بیرون مفقود میشه، 10 روز بعد جسد خفه شدهش رو پیدا میکنه.
جسد سوخته فرشید حکی رو 6 ساعت بعد از اینکه از خونه خارج میشه پیدا میکنن. فرشید حکی مثل محمد جعفر پوینده شهرت خیلی بالایی نداشت، ولی با ارتباطات گسترده‌ای که با طیف‌های مختلف جامعه داشت، ظرفیت سازماندهی تشکیلاتی برای تغییر وضع موجود رو داشت و چون کار به اصطلاح غیر قانونی نمی‌کرد، نمی‌تونستن راحت بگیرن بنزنش زندان، مخصوصاً که حقوق خونده بود و کار می‌کرد. در آخرین یادداشتی که به گفته دوستانش ازش در صفحه تلگرامش مونده، نوشته مردم ایران دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. اعتصابات و اعتراضات صنفی نمونه ای از پیامدهای چنین وضعیت بحرانی است که در آن سیستم اقتصاد سیاسی دچار بحران عمیق ساختاری شده است و کارد از مغز استخوان مردم گذشته است. خب بحث این قسمت برنامه نه بر سر اینه که تحریم خوبه یا بد، تحریم‌های بین‌المللی، یا بر سر اینه که آمریکا خوبه یا بد. بحث بر سر یک فریب و حق بازی آخوندی است به نام تحریم‌ها علیه مردم ایران. ببینین، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آقای امینی فرد میگوید کمبود ارز باعث کمبود داروست و کمبود دارو افزایش یافته است. شرکت‌های دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند داروهایشان را به بازار دهند. اما اقلام دارویی موجود است و داروهای ذخیره استراتژیک هم داریم. رسماً میگه که دارو هست ولی نمی‌دی. در حالی معاون دارویی سازمان غذا و دارو درخواست تخصیص ارز برای واردات دارو را داشت که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارز تخصیص یافته به یک سری کالاهای وارداتی به شدت انتقاد داشت. وقتی دولت ارز داره که 800 میلیون دلار برای ماشین‌های لوکس بده، چطور ارز نداره برای داروی مردم بده؟ در ضمن رئیس کمیسیون بهداشت مجلس احتکار دارو توسط شرکت‌های وارد کننده دارو رو از دیگر عوامل کمبود آن عنوان کرد. چون می‌بینن که بازار بی حساب کتابه، خیلی از شرکت‌های وارد کننده دارو و تولید کننده اینا داروها رو انبار کردن به بازار نمیدن. تعبیر احتکار تعبیر درستی فکر می‌کنم نباشه. به هر حال شرکت‌های دارویی نقدینگی نیاز دارن، باید نقدینگیشون رو بالا ببرن. به همین دلیل دارن خیلی از داروها رو که قبلا مدت دار می‌فروختن الان به صورت نقد میفروشن و از اون طرف داروخانه ها نقدینگی کافی رو ندارن، وگرنه دارو در شرکت پخش موجود هست. یعنی چی؟ خب یعنی احتکار دیگه. یعنی چی؟ یعنی شرکت های پخش داروها رو انبار کردن، قبلا اعتباری کار میکردن، حالا دیگه میگن فقط نقد به قیمت تورمی بازار. داروخونه چی هم نمیتونه نقد با این قیمت رو بخره. نتیجه میشه چی؟ احتکار بیشتر دارو تو انبارو، کمبود بیشتر دارو تو داروخونه ها و دست مردم. کی این وضع به وجود آورده؟ تحریم رو به وجود آورده اینو. دارو و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هیچ وقت در فهرست تحریم های آمریکا و اروپا نبوده و الان نیست و نخواهد بود. این موضوع انقدر اهمیت داره که دولت آمریکا برای تجهیزات پزشکی که میتونه احیاناً حتی برای مقاصد غیر پزشکی هم استفاده بشه یه فهرست داده و اعلام کرده این تجهیزات ویژه هم میتونه به ایران وارد بشه، مشروط به اینکه مجوز داشته باشه و پولی که از برای خریدش به کار میره شفاف باشه، معلوم باشه از کجا اومده این پول. یعنی حتی اینا رو هم به کلی، این حتی ابزار دوگانه رو هم به کلی حذف نکرده، چون میتونه در پزشکی و درمان استفاده بشه. مثال، یه نوع دستگاه سنجش شدت مغناطیس هسته‌ایه که این جزء همین ابزار دوگانه است. حتی این هم جزء اونهاییست که مجوز بگیره میتونه بره ایران. شهریور 97 در 17 همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران گفت کمبود دارو در کشور در نتیجه سیاست‌های نادرست است و به تحریم‌ها ارتباط ندارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت، من اینا رو عمدن دارم میگم که از قول خودشون بگم، از قول متخصصای خودشون بگم. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت بیمارستان‌ها مقادیر قابل توجهی به شرکت‌های پخش دارو بدهکارند. شرکت‌های پخش دارو هم به صنعت داروسازی بدهکار هستند، لذا عاجل‌ترین مشکل صنعت دارو و حتی مهمتر از تخصیص ارز، رفع کمبود نقدینگی در حوزه دارویی است که حدود 18000 میلیارد تومان ارزش صنعت دارویی کشور است. در این شرایط حدود 7 تا 8000 میلیارد تومان شرکت‌های دارویی از داروخانه‌ها و بیمه‌ها طلب دارند. این باعث شده که امکان سفارش مواد اولیه و سفارش تجهیزات با اشکال روبرو شود. و به عنوان نمونه، با وجود اینکه تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها بدهکار است، اما به دلیل آنکه بزرگترین هلدینگ تولید دارو در کشور محسوب می‌شود، همین تأمین اجتماعی مبلغی حدود 3000 میلیارد تومان از شرکت‌های پخش دارو طلبکار است. ببینید، مشکل در یک کلام مشکل بدهکاری شرکت‌های تولید و پخش داروه. بدهکاریان فقط به ارز بستگی نداره، خودشون به خودشون بدهکارن. شرکت‌های پخش دارو به تأمین اجتماعی بدهکارن، تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها بدهکارن. بیمارستان‌ها برای تأمین تجهیزات پزشکی باید طلبشون رو از تأمین اجتماعی بگیرن، وگرنه پول ندارن تجهیزات وارد کنن. تو حوزه دارو هم همینجوری، کمبود نقدینگی در حوزه دارویی است که خوندم براتون حدود 18000 میلیارد تومانه کمبود نقدینگی تو حوزه دارویی. اینا در مجموع یعنی چی؟ یعنی اقتصاد رانتی، غیر مولد، دزدی‌های کلان بیشمار از سپرده های مردم تو بانک‌ها و مؤسسات مالی و اختصاص پول بزرگترین صندوق مالی دولت یعنی تأمین اجتماعی به ساختمان‌سازی. قطع یارانه به داروهای وارداتی. همه اینا بحران فعلی دارو و درمان در ایران درست کرده. یه مطلبی هست، من اینو بگم و بگذاریم، که در وبسایت کلینیکال آنکولوژی که درباره سرطان مطلب جامعی است در مورد زیرساخت‌های رادیوتراپی در ایران 5 ماه پیش منتشر شده، نتیجه گیریش اینه: شکاف قابل توجهی هست بین تجهیزات رادیوتراپی در ایران با استانداردهای جهانی که در جریان تحریم‌های اقتصادی این شکاف بیشتر هم می‌شود. یعنی چی؟ یعنی تحریم‌ها فقط این وضع رو بدتر می‌کنه، وگرنه وضع درمان بیماران سرطانی در ایران با معیارهای جهانی فارق از تحریم‌ها فاصله زیادی داره. و یعنی وضع فعلی اقتصاد نظام مقدس از جمله وضع فعلی دارو درمان محصول حکومت 40 ساله فقهاست، نه فرافکنی‌های مثل تحریم و احتکار دارو. برای مثال یکی از نتایج این حکومت 40 سال است. کیا میتونن میلیاردها تومان دارو رو احتکار کنن؟ یعنی میلیاردها تومان رو تو انبار بخوابونن. پلافیکس چند تا داروخانه گشتم، 7-8 تا. از شهرستان اومدم، دارو تو کل شهرستان چخیدم، گیر نیاوردم. چند جام رفتم نتونستم گیر بیارم. فرماشه نداره، ایلام نداره، اومدم تهران. مسئولان وزارت بهداشت معتقدند شرایط ما شرایطمون در مورد کمبود داروی کاملا به شرایط عادی برگشته. سامانه 1490 به عنوان موتور جستجو و ثبت شکایات معرفی شده، اما تعداد بالای جویندگان باعث میشه حداقل نیم ساعتی رو منتظر اتصال به اپراتور باشیم. همکنون موقعیت شما در صف انتظار شماره 19. میام کجا برم؟ میگه برو تلفن گویا بگیر. تلفن گویا گرفتم، میگه 900,000 تومان. البته در ماه‌های اخیر داروی کمیاب نشده. دارو هست، اما برای رسیدن بهش باید حسابی دست به جیب شد. دارو هستش ولی خیلی گرونه. اگه دارن هم نمیدن، فقط پول، فقط با پوله. امروز صبح رفتم اون ور تاییدیه بگیرم و آقا اونجا گفت چه داروی می‌خوام؟ سیسپراتو میخوام، با ایمند رو میخوام. گفت هستش، میخوام بیاد بدم. بعد قیمت های وحشتناک. اینطور که پیداست بعضی وارد کنندگان و توزیع کنندگان به دنبال ماهیگیری از اوضاع ارز، دارو رو تو پستوها مخفی کردن تا با نرخ بالاتری بفروشن. حالا با اونایی که دارو رو تو پستوها مخفی کردن، به ویژه با توجه به این وضعیت نرخ ارز که مسببش خود دولته، با محتکران دارو چجوری برخورد میشه؟ برخورد با محتکرین بسته به میزان تخلف بین 10 تا 70% مبلغ کل کالا هست و الزام به عرضه اون خیر. بازدارنده نیست.
حالا با توجه به سوداوری هایی که در قبل انبارهای مختلف ممکنه یک فرد داشته باشه و بعضا شناسایی بشه یا ممکنه شناسایی نشه، فکر میکنید چه ابزارهای دیگری باید کمک بگیریم؟ ببینید، ما معتقدیم بخشی از قوانین صنفی نیاز به بازنگری دارن، یعنی نه فقط در بحث احتکار. من یه مثال دیگری رو میزنم، گران فروشی دارو مبلغ جریمش 5000 تومانه. یعنی اصلا یه به قول معروف الان دیگه 5000 تومان رو شما یه بسته بیسکویت میتونی باش بخری، اصلا عدد بازدارنده ای نیست. بله، و امکانات احتکار که واردات و احتکار و اینام که دست آقا و آقازاده هاست. نتیجه میشود چه؟ سال 93 که برجام در جریان بود و امکاناتش در اختیار همینا بود، همین آقازاده ها و اینا، خانم شبنم نعمتزاده، دختر نعمتزاده وزیر صنعت و معدن دولت 11 یه شرکت ثبت میکنه به اسم شرکت توسعه دارویی رسا. یه سال بعد شبنم خانوم با پارتی باباش میره 350 میلیارد تومان. یعنی چقدر؟ 350 میلیارد تومان دارو از داروسازا میگیره، پولش هم نمیده، فقط به اعتبار اینکه باباش وزیره میگیره که بفروشه پولشو بده. زمانی معلوم میشه که یک قرون پول داروهایی رو که گرفته نداده و البته نفروخته، که خانوم سر احتکار دارو گیر میندازن، داروهای تاریخ مصرف گذشته. اونم دختر وزیره دیگه، همونقدر که جون مردم واسه باباش مهمه واسه خودش هم مهمه. شبنم خانوم دو تا پرونده قاچاق و احتکار دارو داره. حالا ببینین، 6 شهریور 97 سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص پرونده دیگر شبنم نعمتزاده گفت پرونده 5 میلیاردی این فرد، بذارین کلشو بخونم، گفت این فرد در مجموع بیش از 350 میلیارد تومان بدهکار است که این بدهی موجب شکایت از او و گشوده شدن پرونده قضایی برای وصول این مطالبات از دختر وزیر سابق شده است. بعد 7 شهریور 97 یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازداشت شین نون شبنم نعمت‌زاده، دختر یکی از مسخره ترین چیزا، این حروف اول تو خبرهای واقعا مملکت بیقانون جمهوری اسلامی، از بازداشت شین نون دختری که وزرای سابق خبر داد و گفت برای این خانم قرار وثیقه 400 میلیاردی صادر شده که به دلیل تهیه نشدن آن بازداشت شده است. فوراً دادستان عمومی انقلاب مرکز استان البرز خبر بازداشت دختر وزیر سابق را تکذیب کرد، گفت اصلا احضار نشده، بازداشت هم نیست، خبر بازداشت هم صحت نداره. ببینین این بازی ها رو دیگه میدونیم دیگه، این بازی های رسانه‌ای و این فقط اون چیزیست که مستقیم به حکومت مربوط میشه. فرهنگ حق بازی حکومت و آخوندی چرا گیر کردین اینجا؟ چرا دوباره تصویر چرا گیر کرد؟ بله، فرهنگ حق بازی حکومت آخوندی وارد جامعه 80 میلیونی ایران شده و سالهاست آلودش کرده. میدونیم همه دوره اعتمادهای شخصی و محبتهای بیریا و بیتوقع مدت هاست تموم شده، الان همه دستشون تو جیب هم دیگه است. مگه نیست؟ انصافا کی باعث این وضع شده؟ وضع پخش دارو تو داروخونه ها رو که ببینین متوجه میشین که نظام حاکم چجوری داره مردم رو وادار به دروغ گفتن و وارد شدن در چرخه اقتصاد قاچاقی و بیمار خودش میکنه. قیمت روش 23 هزار تومان خورده، ولی چیزی که شرکت به من داده و من باید بفروشم 25 هزار و 70 تومان هستش و اتفاقی که میفته این هستش که من مجبور هستم با یه ماژیک روش خطی بکشم. اینی که اینجا 5 تومن چسبوندین زیرش 4 تومن خورده. زیرش 4 تومن خورده. بله، مجبوریم این کارو کنیم چون اینو مریض ببینه دار درگیری پیش میاد، بالاخره مشکل پیش میاد. مشتری میاد اینجا شاکی از دست ما. ما چیکاری از دستمون برمیاد؟ گرون میخریم، گرون میفروشیم. قیمت روی جنس خورده 9 تومن، ولی ما مجبوریم اتکت بچسبونیم 10 و 500. مشتری این تفاوت قیمت رو میبینه، برای ما خیلی مشکل پیش اومده. اون چه که بر روی جعبه ها و بسته‌بندی های دارو قید شده لزوما قیمت نهایی و آخرین قیمت مصوب نیست و ممکنه که قیمت قدیمی هم متعلق به گذشته باشه. آنچه که ملاک هست قیمت هایی هست که در سامانه اطلاعات داروی سازمان غذا و دارو به روز رسانی شده و در اختیار همه عزیزان هست و قابل جستجو و بازیابی هست.
هر مشتری دارویی آخه میره به سایت سازمان غذا و دارو سر میزنه ببینه قیمت دوایی که میخواد بخره چنده. چی بگه آدم؟ به کی بگه آدم؟ قیمتی رو که رو جنس خورده آدم نگاه میکنه پولشو میده. کجای دنیا میگن اون قیمت که رو جنس خورده درست نیست؟ برین توی سایت وزارتخونه بعد بگردین قیمت جنس رو اونجا نوشتین، بین 60,000 رقم جنس پیدا میکنین انشالله که یه بسته 20 تای نوروفین چنده تو داروخونه سر کوچه‌تون. بعد این مشکل رو چرا فقط شما برای مردم ایران دارین؟ چرا برای بیمارستانه مجانیتون تو آفریقا و عراق و لبنان ندارین؟ دود از کله آدم بلند میشه وقتی میشنوه 200 تن دارو فقط برای 3 هفته مصرف میفرستیم واسه راهپیمایان 40. خدماتی که امسال توسط مرکز پزشکی حج برای 40 امسال در نظر گرفته شده، طول مدت خدمات از 8 صفر هست تا پایان ماه صفر. حدود 2000 نفر در ایام 40 با تیم پزشکی ما همکاری میکنن که شامل پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، تکنسین های دارویی، تکنسین های اورژانس، امدادگران و نجاتگران و عوامل خدماتی که در این ایام در خدمت زائرین خواهند بود. کل دارویی رو که ما امسال در نظر گرفتیم حدود 200 تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی است که شامل 400 قلم دارو و 80 قلم لوازم مصرفی است. تازه وزیر بهداشت که مسئول این وضع بهداشت و درمان مملکته، خیلی بالاتر از اینا امکانات میدن ایشون به راهپیمایان 40، مثلا 40 که یعنی به پرچمی که به اسم 40 حکومت میبره بالا و مردم اگه سینه بزنن از همه چیز مجانی برخوردار میشن. 21 مهر 97 در مراسم بدرقه کاروان بهداشت و درمان 40 حسینی، هاشمی وزیر بهداشت گفت 17,000 نفر درگیر خدمت، 900 آمبولانس و تقریبا 10,000 نفر متخصصان، پزشکان و پرستاران آماده به خدمتند و چه در داخل عراق و چه در نقاط مرزی دارو و تجهیزات و نیروهای پزشکی وجود دارد. ببینید همین اول مهر یه ویدیویی پخش شد که وزیر بهداشت رو نشون میداد با مرد محترمی که با 1000 تلاش تونسته بود خودش رو به جناب وزیر برسونه و کمک بخواد. خاک بر سر من و مملکتی که این وزیر بهداشت داشت. مملکت حکومت مستضعفین. این جواب خب کفر خیلی رو در آورد، از جمله دانشجوهای دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپور که یه هفته بعدش همین جناب وزیر تشریف برده بودن اونجا جلسه داشتن، یکی از دانشجوها یقش رو سر همین موضوع گرفت. مشکل از روزی شروع شد که این نگاه دلسوزانه جای خودش رو به نگاه اشرافیگری و از بالا به پایین داد و پزشکی که باید خودش رو خادم مردم بدونه اونها رو به چشم ابزار تجارتی خودش میبینه و مورد تحقیر قرار میده. و جناب آقای هاشمی، ما شما رو به عنوان وزیر بهداشت عامل اصلی ترویج این نگاه اشرافیگری میدونیم. شما پیرمرد زحمتکشی رو که بهتون پناه آورده و ازتون تقاضای کمک داره مورد تحقیر و تمسخر قرار میدید و از اون میخواید که خودش مشکلش رو برطرف بکنه و با این کارتون تراپی میکنید. از دیگر سو امروز ویروسی که به جان مردم افتاده و اونها رو داره اذیت میکنه، مشکل کمبود
شدید داروه و بی تدبیری شما باعث شده انبارهای داروخونه ها پر بشه از داروهایی که سرنوشت اونها به قیمت دلار بستگی داره. یه انتقادای دیگه هم میکنه این دانشجوی معترض که حالا دیگه فرصت نداریم تو این برنامه بهش بپردازیم، منتها به همون صحبتایی که کرد جناب وزیر بهداشت جواب میدن. کم خدمت شد، کم پزشک فرستاده شد، کم تجهیزات رفت، کم خونه بهداشت بالغ بر 7000 خونه بهداشت و مرکز بهداشتی ساخته شد و 24-5000 تخت بیمارستانی درست شده. کجا توی کشوری که کل تختاش 85000 تا بوده از زمان مادها تا موقعی که ما اومدیم سر کار، یه ذره انصاف داشته باشید. مگه ما کی هستیم؟ سابقه‌مون رو گفتیم. تو چه زندگی بزرگ شدیم؟ اعتقادمون چی هست؟ از کجا رأی گرفتیم؟ تو کدوم دولت هستیم؟ خب شما هم تکفیری هستید، چرا تکفیری ها رو باشون مخالفید؟ مگه ما رو تکفیر نمی کنید؟ میگید ما اشرافی هستیم، میگید ما آدم های واداده هستیم، ما آدم هایی هستیم که بالاخره دنبال رابطه با آمریکا و اروپا و اینا هستیم. ما سابقه همون همه مشخصه، امروز هم که اینجا وایستادیم به خاطر خجالت از شهدا و خانواده شهدا و خون اونهاست. دست بردارید، کشور رو نابود میکنید، ننگش به نام شما ثبت خواهد شد اگه ایران تجزیه شه. شوخی نداره، گذشت 10 سال پیش، 20 سال پیش. اینجوریه در جواب دانشجو که میگه چرا وضع دارو و درمان توی مملکت به این فلاکت رسیده، میگه اگه ایران تجزیه بشه ننگش به نام شما ثبت خواهد شد. چی به چی ربط داره واقعا؟ این تحصیل کرده ترین عضو کابینه رئیس جمهور حقوقدان جمهوری اسلامی است، حسن قاضی‌زاده هاشمی. البته چنان ثروت بی‌حسابی داره که ادب اجتماعیش رو زیر سایه برده و با تحصیلاتش هیچ خانایی نداره. رئیس بیمارستان چشم پزشکی نور و رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، امروز پولدارترین وزیر کابینه روحانی است. تو کابینه 11 البته بعد از نعمت‌زاده بابای شبنم پولدارتر از بقیه بود ایشون. باری ادب اجتماعی آقای وزیر بهداشت بیشک فقط به دلیل نوکیسگی و فاصله داشتن از مردم دردمند نیست. تو حکومت که اسمش حکومت مستضعفین، یه جورایی آدم به صراحت بگم بوی نظریه‌های فاشیستی رو میشنوه وقتی این جور آدمو مشخصا این شخص وزیر حرف میزنه. وزارت بهداشت نسبت به این موضوع کمکی نمیکنه، حالا به رسمیت نمیشناسه بیماری رو و اجازه واردات این رو نمیده. خیلی خب، حالا مردم ایران اجازه میدن که برای افزایش 2-3 سال عمر خلاصه ما بریم هر سال 1 میلیارد تومان هزینه کنیم. اگه اجازه رو میدن معنیش اینه که از هیچ جای دیگه بود بریم بزنیم. ما از این بیماریات متعدد داریم، هزینه های فوق العاده زیاد، در عین حال طول عمر پایین. طول عمر پایین یعنی چی؟ یعنی این نوع بیماری چندان دوامی نداره مثلا بیمار؟ بله، حالا شاید الان درست نباشه بله. تلویزیون هم بگیم بعضی از این بیماری ها تو رامشون محدوده، دردناکه، اما بالاخره اتفاق افتاده توی خانواده. من الان موندم بین این که برم شیرخشک رو تأمین کنم، واکسن رو تأمین کنم، داروی یک کسی که حیاتش در طول زمان بستگی به این هست که من این دارو رو در اختیارش قرار بدم تأمین کنم، یا یک کسی که ممکنه کلن این دارو بتونه 2 سال تو رو عمرش بیشتر. در خدمت آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم، پزشک و نویسنده کتاب‌ها و رساله‌های متعدد درباره رابطه پزشکی با روانشناسی و جامعه شناسی. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. این شخص که پخش کردیم آقای دکتر وزیر بهداشت، همین نظام مقدس، میگوید که پول نداریم که به همه جا و همه برسیم. خب این واقعا دلیل درستی است در سیاست گذاری در واقع درمان و بهداشت جامعه؟ انصافا واقعا آیا دلیل درستی است؟ یعنی بهانه گیری نکنیم، یا اینکه همین حرفش یک وسیله است برای طرح این نظریه فاشیستی که بیماران رو باید گذاشت بمیرن؟ بله، سلام میکنم به شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، ما در حکومت اسلامی
یک لیست بالا بلندی از تحصیل کردگان داریم که من اینها رو به عنوان تحصیل کردگان یا جنایتکاران تحصیل کرده نام بردم و نام میبرم. در عرصه پزشکی هم متاسفانه ما چنین تحصیل کردگانی رو داشتیم و داریم. برای نمونه آقای علی اکبر ولایتی یکی از نمونه هاست که با کارهاش آشنا هستیم. آقای دکتر حسن هاشمی هم به گمان من خودش رو با این حرفا و این برخوردها به این لیست نزدیک کرده. آنچه که ایشون در رابطه با همین مورد مشخصی که الان صحبت شد مطرح میکنه، یک نگاه غیر انسانی و مغایر با حتی آن چیزی که ایشون به عنوان یک پزشک ادعا میکنه، یعنی با اخلاق و وجدان پزشکی است. فی الواقع ایشون حکم قتل و حکم مرگ تعدادی از بیماران رو با این گفته خودشون صادر میکنن. ببینید، من آقای هاشمی رو از دو زاویه نگاه میکنم. یکی به عنوان یک پزشک که خودشون روی اون تاکید دارن و به عنوان یک آموزگار اخلاق و وجدان پزشکی با ادعا به سوگندنامه‌های دیگه در واقع تلاش میکنن این اخلاق رو آموزش بدن، که میبینیم چگونه فاصله میگیرن از این اخلاق و وجدانی که مدعی هستن. و یکی به عنوان یک وزیر و یک میشه گفت مسئول اجرایی، حتی اگر ما شق دوم این قضیه رو در نظر بگیریم و بپذیریم جامعه ما دچار بحران اقتصادی است، این بحران اقتصادی رو حکومتی مسببش هست که ایشون یکی از وزراشه، و برای اینکه این بحران اقتصادی رو ایشون به نوعی، چون از ابتدای کارشون تلاش ایشون و سیاست ایشون این بود که در واقع صرفه‌جویی کنه در هزینه، این رو بارها مطرح کرده و خب خود همین صرفه‌جویی در هزینه در دوره وزارت ایشون به هر حال پیامدهایی داشته که من به اون نمیپردازم. حتی اگر اینها رو هم ما در نظر بگیریم، اون بحران اقتصادی رو، این بحث صرفه‌جویی در هزینه رو، و اینکه ایشون میخواهد کمک کند به تداوم حکومتی که مسبب اون بحران اقتصادی است، این بحثی که ایشون میکنه در واقع یک بحث غیر انسانی و خلاف تمام موازینی است که ما در حوزه پزشکی باهاش مواجه هستیم، نه فراتر از اون. یعنی در واقع به خاطر مسائل اقتصادی صدور حکم مرگ تعدادی از بیماران، هیچ تفاوتی برخورد ایشون با برخورد دکتر منگله، دکتر جوزف منگله، اون پزشک نازی نداره. در یک دوره، در اون دوره آقای منگله نظرش این بود چون فرزندان اسرا بیمار هستند و درمان نمیشن یا خود اسرا خواهند مرد، بنابراین به خودش اجازه داد تحت عنوان پیشرفت دانش پزشکی بسیاری از اونها رو در واقع در حد نقص عضو و مرد مورد آزمایش قرار بده، در حالی که هدفش فی الواقع یک نوع میشه گفتش که تایید یک نگاه نجات پرستانه بود. الان هم ما این نگاه رو تو ایشون داریم میبینیم. به خاطر وجود بحران اقتصادی، به خاطر صرفه‌جویی، اون هم در رابطه با حکومت که روش شناخت داریم، ایشون توصیه میکنه که بیمارانی که قابل درمان نیستن درمان نشن، در حالی که ما اصلا در عرصه پزشکی چنین چیزی رو نمیتونیم بپذیریم. عرصه ای که هر روز شما با یک اکتشاف جدید مواجه هستید، عرصه ای که در واقع خود پزشکان میگویند دوتا تو شارتا نیست، نمیتوان چنین حکمی در مورد بیماران صادر کرد، و این نگاه یک نگاه غیر انسانی و به گمان من نزدیک شدن به اون لیستی است که بهش اشاره کرد. آقای دکتر نقره‌کار، من نمیدونم حالا آیا اینا میشه پیگرد حقوقی و قانونی در یک دادگاه بین المللی از یه همچین آدمایی که در واقع دنبال این جنایت علیه بشریت محسوب نمیشه، همون رفتاری که با پزشکای نازی میشد در واقع؟ کاملا به نظر من مصداق اون جنایت علیه بشریت و این گفته‌ها و این دستورها داره. ایشون در مقام وزیری است که حرفش مثل یک دستور و حکمه،
و با صراحت خواستن که این لازم الاجرا بشه. طبیعی است این از نظر حقوقی. ببینید در رابطه با اون روابط حقوقی بین پزشک و بیمار و آنچه که حتی در سوگندنامه بقراط و نمیدونم علی ابن عباس اهوازی که اینا قبول دارن و سوگندنامه که خودشون اکنون بهش سوگند میخورن، این مغایر همه اونهاست. یعنی پزشک میباید تمام قابلیت و استعداد خودش رو در راه تأمین سلامت بیمار ببخشید به کار بگیره. بنابراین یک پزشک در یک همچین موقعیتی بگوید به بیمارانی که قابل علاج نیستن، چشماندازی برای بهبودشون نیست، ما کمکی نکنیم، در واقع همونطور که عرض کردم صدور حکم مرگ این بیمارانه. و به نظر من این از نظر من حقوقدان نیستم ولی در همین حد آگاهی پزشکی این از نظر حقوقی و قضایی قابل بررسی و پیگیری است، که البته مطلقا متفاوت این نظر با اون که کسی در کماست ماها مثلا و بعد این بحثی که در بعضی کشورها هست بعضی اجازه میدن بعضی نمیدن که دستگاه ها رو مثلا از روی دستگاه های شما بهتر میدونید که نمیدونم عمر مصنوعی زنده افزایش عمر مصنوعی و این چیزا اسمش احتمالاً که اون دستگاه رو بردارن که بیمار تموم بکنه یا اینکه تموم نکنه رو تخت بیمارستان، این خیلی فرق میکنه. اون چیزی که وزیر بهداشت میگه که 2 تا 3 سال دیگه ممکنه که بیمار از دست بره و بنابراین داروهاشو قطع کنید فلان. باری آقای دکتر، یکی دیگه از حالا فرصت کوتاهی داریم من اینام ازتون بپرسم، یکی دیگه از مشکلات جدی درمان در ایران خطای پزشکیه که همیشه باهاش جامعه ایران روبرو بوده. دیگه مشهورترین خطای پزشکی که پروندهش رفت دادگاه و فلان و اینا و میدونیم که نتیجه فقط معلق کردن اینا هم یکی دو ماه دو پنج ماه چقدر پزشک خاطی بود درباره فوت عباس کیارستمی بود. میدونم که خطای پزشکی امریز که در همه دنیا انجام میشه ولی در ایران به ویژه این خطاهای پزشکی که بعضن هم دنبال نمیشه، میدونیم که دنبال نمیشه، چرا اینقدر خطای پزشکی در ایران آمارش بالاست و سالی 10,000 پرونده میگن هست در آمار رسمیشون؟ بله ببینید اگر به علت بروز خطای پزشکی نگاه بکنیم در کنار شناختی که از حکومت اسلامی داریم میتونیم پی ببریم چرا آمار افزایش پیدا کرده. خودشون میگن در این یک سال اخیر افزایش 5-6% که درست نیست. خودشون میگویند ما روزانه 123 خطای پزشکی در ایران باهاش مواجهیم که 8 مورد اون منجر به مرگ میشه. درست نیست. بیش از این هاست. شواهد نشون میده. یعنی سالی 45,000 خطای پزشکی و 3,000 مرگ. که همونطور که عرض کردم فراتر از این هاست. ببینید خطای پزشکی یکی از علتهای اصلیش این هست، کمبود یا نبود دانش پزشکی و اطلاعات لازم و نداشتن دقت و مهارت لازم. این یکی از دلایل مهم میشه. این امر پیدا میکنه، یعنی این امر رابطه پیدا میکنه با یک کیفیت آموزش پزشکی در اون مملکت یا در مملکت خودمون، 2 کیفیت تجهیزات پزشکی، 3 کیفیت درمانی و دارویی. علت دوم سهل‌انگاری و خطاکاری است، سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. ببینید در جامعه‌ای که گزینش، مسئله گزینش فردی که بخواد پزشک بشه پر اهمیته. اگر فردی با توانایی ذهنی و رفتاری لازم مورد گزینش قرار نگیره و وارد این عرصه نشه، این بعدها دچار مشکل خواهد شد و مشکل ایجاد خواهد کرد. و نکته دیگه کیفیت رابطه پزشک با بیمار هست. در شرایطی که در این رابطه، یک رابطه‌ای که میباید یک رابطه انسانی حرفه‌ای حقوقی باشه، پول حرف آخر رو بزنه در یک جامعه، طبیعی است که خطای پزشکی بالا خواهد رفت. پزشک به خاطر دسترسی به پول و اون نیازی که داره بیشتر بیمار میبینه، بیشتر دچار استرس، اضطراب و خستگی است و میزان خطا بالا میره.
و از همه مهمتر من در همین رابطه تاکید بکنم، همین کیفیت رابطه بین پزشک و بیمار هست. وزیرشو که دیدیم چه میگوید در این رابطه. خب چنین چیزی در جامعه وقتی فرهنگ سازی بشه، نتیجهش همون میشه که من عرض کردم، پول حرف آخر رو میزنه، پزشکی تبدیل میشه به یک بیزنس و سوداگری و مریض تبدیل میشه به یک ابزار و کالا. طبیعی است در یک چنین فضایی شما امر خطا رو بیشتر ببینید، خطای پزشکی رو بیشتر ببینید. ضمن اینکه بحث‌های دیگه‌ای هم تو این رابطه مطرحه در جامعه ما، مثل تخصص‌گرایی، مثل نقش طب اسلامی و و رعایت موازین شرعی در این عرصه، مثل همون نمونه‌هایی که حالا بله طب اسلامی هم نمونه‌ها زیاده و واقعاً طنز اسلامی است به جای طب اسلامی. من نمیدونم، شاید تراژدی اسلامی. من نمونه هاشو داشتم نگاه میکردم، فرصت نداریم اینا رو پخش بکنیم. ولی آقای دکتر، خودشون هم به این واقفن، برخی بعضی از این نکاتی که شما فرمودین، از جمله مسئله کمبود پزشک در نواحی، مثلا در جایی که صحبت میکنن در میزه گردی مثلا بود در سیمای جمهوری اسلامی، که مدیران دولتی میگفتن که خطای پزشکی در تهران مثلا کمتره تا در نواحی مرزی، به خاطر اینکه در شهرهای کوچکتر، به خاطر اینکه اونجا مثلا 15 شب پشت سر هم پزشک بیداره، کشی که پزشک کم داریم و کارت درمانی کم داریم، نام تجهیزات کم داریم، فلان داریم، و اونجاها خطای پزشکی خیلی بیشتر. ببینید سوالم اینه، حالا یه دو سه دقیقه وقت داریم، خواهش می‌کنم بفرمایید که راه حلش چیه. خب اینا بله، این دردی است و این دلایلی است که شما فرمودین. چیکار میشه کرد که خطای پزشکی بیاد پایین تو ایران؟ ببینید خطای پزشکی یه امر عمدی نیست، اینو باید ما بهش توجه بکنیم و قابل پیشگیری هست در یک سطح وسیع. نمیشه گفت، چون به هر حال انسان هست پزشک، نمیشه گفت که این خطا ممکنه اتفاق نیفته، ولی واقعیتش این هست که قابل پیشگیری و قابل این هستش که کاهش پیدا بکنه. میشه تمهیداتی رو در نظر گرفت اگر در یک نظام و یک سیستم درستی باشیم که این رو به حداقل خودش برسونیم. در درجه اول مسئله آموزش در واقع فنی، آموزش علمی و آموزش هست. ما در جامعهمون واقعیتش با این مشکل مواجه هستیم، هم از نظر فنی، هم از نظر علمی، هم از نظر آموزشی مشکلاتی وجود داره. و در این حال با امکاناتی که باید وجود داشته باشه، پزشک اگر تأمین باشه و اگر شرایط جامعه شرایط خاصی باشه، یک پزشکی که در یک ساعت میباید 4 مریض ببینه، 15 تا مریض نمیبینه. طبیعی است وقتی قرار 4 تا مریض دیده بشه طبق استانداردهای بین المللی، شما 15 تا مریض ببینی، 10 تا مریض ببینی، خب این خطا خیلی بالا میره. بعدم با پزشکان که صحبت میشه مسئله مالی و مشکلات دیگه ای رو مطرح میکنن. بنابراین راه داره، اینها رو باید دنبال کرد. ضمن این که به هر حال پزشکان هم باید بدونن، یعنی یک فرهنگ سازی بشه در رابطه با اون کیفیت رابطه بین انسان و پزشک، و در این حال یک نظام قضایی و حقوقی عادلانه ای هم وجود داشته باشه که پزشک اگر بدون خطا میکنه به هر حال پیامدهایی داره و مریض هم حق حقوق خودش رو تو این رابطه بدونه. اینها تو جامعه ما در واقع عمل نمیشه. اگر پیش بره باعث میشه که این امر کاهش پیدا کنه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. مسعود نقره‌کار که در این برنامه صفحه آخر در خدمتتون بودیم آقای دکتر. ممنونم. من از شما تشکر میکنم. ببینیم، بذاریم من یه نامه‌ای بخونم کوتاه از یکی از پزشکانی که همین هفته پیش فرستادن، لطف کردن فرستادن، درباره پزشکایی که از بخش خصوصی به بخش دولتی با وعده حقوق بالاتر میرن و بعد دولت بهشون حقوقشون رو نمیده. برای مثال نوشته آقای فلاحتی: بسیاری از مردم تصور میکنند که پزشکان در حال حاضر خوشحال ترین قشر جامعه هستند و اوضاع برای هر کس بد شده باشد برای آنها خیلی خوب است. از سال 93 که طرح کثیف تحول سلامت اجرا شد با همین
آقای هاشمی وزیر بهداشت که زیارتش فرمودین. از سال 93 که طرح کثیف تحول سلامت اجرا شد، بنابراین شد که فعالیت پزشکان مشمول طرح سلامت و پزشکان غیر مشمول طرح سلامت که خودشان مایل باشند در بخش دولتی کار کنند، در بخش خصوصی ممنوع شود. فعالیت اینا دیگه حق نداشته باشن بخش خصوصی کار کنن، تو بیمارستان خصوصی اینا کار کنن، و در عوض خدمت در بخش دولتی حقوق بیشتر دریافت کنند. در حال حاضر پرداخت این سیستم 1 سال و 3 ماه هست که عقب افتاده، ولی همچنان فعالیت در بخش خصوصی ممنوع باقی مانده. یعنی اینجا حقوق معوقه دارن دکترای بدبخت 1 سال و 3 ماه. خیلی از همکاران در رشته های داخلی و اطفال و کلن رشته های غیر جراحی با سیلی صورتشان سرخ نگه داشتن و همکاران جراح به زیرمیزی متوسل شدند. این است نتیجه سیاست دولت در امور پزشکی در جمهوری اسلامی ایران. این پرده آخر. اولاً قبل از اینکه این روایت رو بگم آجابا، این متن رو دارم، گمش کردم تو 3-4 هزار کتاب، نمیدونم کجا گذاشتم، پیداش نمی کنم. وجود مبارک امام زمان تو یکی از توقیاتشون نوشتن هر گره ای که به کارتون افتاد، اگر هیچ دعایی، زیارتی، ذکری نتونست حل بکنه، متوسل به عمم مال شب و روزگار خوش.